بعد از آشنا شدن با مفهوم عنصر نوبت به مفهوم جدیدی میرسه به نام مولکول. میخوایم با همدیگه بررسی بکنیم ببینیم بچه ها مولکول یعنی چی؟ مولکول چیست؟ از اتصال دو یا چند اتم به یکدیگر مولکول ایجاد میشود. خب بچه ها اتم ها دیگه دارن به همدیگه میچسبن که اون ماده مورد نظر رو برا ما پدید بیارن. ببینید با همدیگه مولکول گوگرد. مولکول گوگرد بچه ها بهش میگن 8 اتمی. اگر ما اینو یک در نظر بگیریم 2 3 4 5 6 7 8 8 اتمیه. از الان یاد بگیرید مولکول گوگرد 8 تا اتم اومدن چسبیدن به هم دیگه یه دونه مولکول ساختن به نام مولکول گوگرد. خب این یکی چیه؟ مولکول اکسیژن. مولکول اکسیژن چند اتمیه؟ 2 اتمیه. 1 2. خیلی راحت. پس یه دونه گوگرد رو باید حفظ باشید. اینایی هم که از الان دارم بهتون میگم هم میخوام پایتون بچه ها خیلی خوب قوی بشه، هم یه سری نکات تیزهوشانی و فراتر از کتاب درسی توش هست، وگرنه همین که بدونید مولکول گوگرد و مولکول اکسیژن کفایت میکنه. ولی اگر ازتون سوال بپرسن که مولکول گوگرد چند اتمی است، دیگه الان شکلش رو دیدید که کروی شکله و 8 اتمیه. مولکول اکسیژن چی؟ 2 اتمی هستش. خب نکته، به فلزها عناصر اتمی و به نافلزها عناصر مولکولی نیز گفته می شود. پس اگر ما گفتیم عناصر اتمی منظورمون چی است؟ عناصر اتمی یعنی فلز، و وقتی گفتیم عناصر مولکولی یعنی کدوما؟ یعنی نافلزها.